با درود فراوان حضور بینندگان عزیز برنامه تا سرزمین جنوبی، علی صداقتی هستم در خدمت شما. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. درود، دامون آریان هستم، خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم اطلاعاتی که در این برنامه ارائه میشه مفید و فایده باشه برای شما. همونطوری که در جلسات گذشته گفته شد، راه‌های مختلفی وجود داره برای مهاجرت به استرالیا که یکی از این راه‌ها ویزای اسکیل هستش. در این برنامه تصمیم داریم در مورد ویزاهای اسکیل با شما بیشتر صحبت کنیم. آقای آریان، در خدمتتون هستیم. در طول 10 سال اخیر سازمان مهاجرت تغییرات اساسی را در سیستم مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای مهارت ایجاد کرده که مهمترین اونها تغییر بوده که در جولای سال 2012 اعمال شده. ازتون خواهش میکنیم در این مورد توضیحات خودتون را بفرمایید. خواهش میکنم. بله جناب صداقتی، سال جولای 2012 اداره مهاجرت استرالیا سیستم اسکیل سلکت رو معرفی کرد که کلن یه بازنگری اساسی بود در ویزاهای اسکیل، ویزاهای مهارت و تخصصیش. خب البته میدونیم که ویزاهای تخصصی، برنامه ویزاهای تخصصی یکی از بزرگترین برنامه های مهاجرتی دولت استرالیا است که خیلی دنبال میکنه و هدفش هم جلب نیروهای متخصص به استرالیا است. همونطور که عرض کردم جولای 2012 سیستم اسکیل سلکت رو معرفی کردن که کلن سیستمی بود که سیستم این معرفی کاملا یک تغییرات جدید بود در سیستم مهاجرتی تخصصی استرالیا. عمده فیچرهایی که این سیستم جدید داره یکی اینه که اولا بر اساس یک سیستم امتیازبندی جدید بنا شد، مدل های امتیازبندی کاملا عوض شد. افرادی که توی رنج سنی خاصی هستن، سن پایین‌تری هستن، براشون اولویت ایجاد شد. کسایی که سطح زبان بهتری دارن، تخصص بالاتری دارن، براشون اولویت بیشتری ایجاد شد که در موردش حالا صحبت می‌کنیم. تغییر عمده‌ای دیگه که برقرار شد این بود که بر اساس دعوتنامه شد سیستم مهاجرتی، که حالا قبل از جولای 2012 پرونده رو ما می‌فرستادیم به اداره مهاجرت و بررسی شروع می‌شد. الان نه، الان اینطوری هستش که باید حتما از اداره مهاجرت دعوتنامه دریافت بشه تا بتونیم پرونده رو بفرستیم. یک تغییر دیگه ای که ایجاد شد این بود که سقف رشته مشخص شد برای رشته های مختلفی که اعلام میشه، که سقفی برای هر رشته تعیین. ممکنه در مورد این سقف رشته بیشتر توضیح بدین؟ سقف رشته منظور اینه که خب حالا بیشتر جلوتر که میریم توضیح میدم، ولی خب رشته هایی که اعلام میشه برای اینکه نیرو کار نیاز داره استرالیا، اون تخصص ها رو نیاز داره، هر سال یک سقفی برای هر کدوم اعلام میشه. مثلا میگه من حسابدار امسال مثلا 3000 تا میخوام، مهندس مکانیک امسال 1000 تا میخوام، و تا وقتی که این سقف پر بشه این رشته رو میگیره تو هر سال مالی، و هر وقت که این سقف تمام بشه از اون رشته دیگه دعوتنامه جدیدی براش ارسال نمیشه و موکول میشه به سال مالی بعد. بسیار خوب، متشکرم. قبلا سیستمی وجود داشت که افرادی که از داخل خاک استرالیا یا خارج از خاک استرالیا اقدام می‌کردن برای ویزای مهارت شرایط متفاوتی داشتن. آیا در سیستم جدید نیز به همون صورت هستش یا اینکه تغییر کرده؟ نه، الان در سیستم جدید فرقی نداره. قبلا کلاینت‌های حالا ویزای اسکیل آفشور و آنشور فرق داشت نوع بررسیشون، ولی الان هیچ فرقی نداره و هر دو نوع متقاضیان چه از داخل استرالیا چه در خارج استرالیا با یک روند بررسی میشن. متشکرم از توضیحاتتون. همونجوری که توضیح دادید قبلا کلاس های ویزای این ویزای مهارت برای آنشور و آفشور ها متفاوت بود. آیا در سیستم جدید هم به همون صورت هستش؟ اگر متفاوت هستش لطفا توضیح بدین در مورد کلاس های ویزای اسکیل و تفاوت های اونا رو برای بینندگان عزیزمون بفهم. قبلا هم عرض کردم خدمتون که سیستم مهاجرتی استرالیا ویزاهای مختلف یک اصطلاحی رو داریم که ما بهش میگیم ساب کلاس ویزا، یعنی با یک شماره هر نوع ویزا مشخص میشه. توی سیستم اسکیل سلکت ما 3 نوع ساب کلاس برای ویزاهای مهارت داریم که این ویزاهای مهارت توی 3 ساب کلاس اصلی که با شماره های 189, 190 و 489 هستن مشخص میشه.
ویزای 189 و 190 ویزای پرمننت هستن، اقامت دائم هستن، ویزای 489 ویزای پروویژنال. حالا فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که ویزای پرمننت، خب اسمش روش اقامت دائم استرالیا است، فردی که با این ویزا وارد استرالیا میشه کاملا از همه تقریبا از همه امکاناتی که یک شهروند استرالیا داره برخورداره. اگر مثال بخوام بزنم، اولا که اقامت نامحدود میتونه تو استرالیا داشته باشه توی اون بازه ویزاش، بحث مدیکر، سیستم خدمات درمانی استرالیا رو کامل خواهد داشت، سیستمای مثل فی هلپ، مثل تحصیل دانشگاه، تخفیف هایی که برای تحصیل دانشگاه هستش براش برقرار خواهد بود، اگر بچه داشته باشه از خدمات سنترلینک میتونه استفاده کنه، فرزندانشون میتونن به رایگان در مدارس تحصیل بکنن و حالا هر جور امکانات دیگه‌ای که تو این زمینه ها برقرار میشه از طرف دولت استرالیا رو میتونن استفاده بکنن. ویزای 489 ساب کلاس 489 که از کم پروویژناله، خب متاسفانه پرمننت نیست ولی پروویژناله، پسوی و مسیر داره برای اینکه به اقامت دائم استرالیا برسه. خوشبختانه مسیر مشخص، کاملا مشخصی داره که از طریق اون میشه به اقامت دائم استرالیا رسید. یک سری محدودیت ها داره که در جای خودش حالا در موردش صحبت میکنیم. بسیار خوب، در توضیحاتتون فرمودید اگر کسی شغلش در لیست مشاغل استرالیا باشه، در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا باشه، میتونن برای یکی از این کلاس های ویزایی که فرمودید اقدام بکنن. درست. و پروسه مهاجرت خودشون رو شروع بکنن. در صورت امکان در مورد این لیست مشاغل لطفا توضیحات بیشتری خدمت بینندگانمون بفرمایید. خواهش میکنم. بله، اون نکته که لیست مشاغل و صف مشاغل رو که خدمتتون عرض کردم، این هم یک نکته خیلی مهمی هستش که باید دقت بکنیم روش. عرض کنم خدمتتون که یک نکته مهم اینه که سیستم مهاجرتی استرالیا بر اساس تحصیلات بنا نشده و نیازش رو بر اساس تحصیلات متقاضیان ذکر نمی کنه. سیستم بر این اساسه که یک سری مشاغل بر اساس شغل، بر اساس تخصص افراد متقاضی اونها رو درجه بندی میکنه و نیازش رو به اونها اعلام میکنه و اونها رو بهشون ویزا میده که وارد استرالیا بشن. این لیست مشاغل، ببینید یک لیستی هست به اسم انسکو که کل مشاغلی که افراد در استرالیا و نیوزیلند به اون مشغول هستند در این لیست هست، یعنی یک لیست بسیار گسترده، یه فقط هم مصرف مهاجرتی نداره، توی قانون کار همه جا استفاده میشه. دولت استرالیا هر سال میاد تعدادی از این مشاغل رو اعلام میکنه که به این مشاغل نیاز داره، در دو گروه هم اعلام میکنه، لیست SOL یا لیست اصلی که لیست محدودتری هستش، تعداد مشخصی رو در اون اعلام میکنه، لیست فرعی اعلام میکنه که تعداد بیشتری رو در بر میگیره که حتما رشته های سوال هم داخلش هستن و در دو گروه مختلف طبقه بندی رو انجام میده و اعلام میکنه هر سال، که حالا سعی میکنیم مطابق روالی که داریم لینک های دسترسی به این رشته های مشاغل هم فهم کنیم. آیا این تغییرات گسترده هستش یا محدوده؟ نه، خوشبختانه این چند سال اخیر این تغییرات خیلی تغییرات گسترده‌ای هر سال نیستش و میشه تقریبا حد زد و روش حساب کرد که سال آینده چه اتفاقی قرار بیفته، چون مشورت میکنه اداره مهاجرت با صاحبان مشاغل، با مشاورین کار، بازار کار استرالیا و این رشته ها رو تعیین میکنه هر سال، در حد مثلا 3 تا 4 تا رشته اضافه میشه هر سال، 2 تا رشته 3 تا 4 تا رشته کم میشه، در این حد بوده تغییراتی که توی مخصوصا SOL اعمال شده. بسیار خوب، ممنونم. همونطوری که آقای آریان توضیح فرمودن، در صورتی که شغل شما در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا باشه، میتونیم با داشتن حداقل شرایطی که خدمتتون عرض میکنیم برای شروع پروسه مهاجرت به استرالیا اقدام کنید. شرط اولیه برای شروع این پروسه این هستش که سن شما باید حتما کمتر از 50 سال باشه و شرط دوم این هستش که شما بتونید نشون بدید
که سطح زبان شما در سطح در حد نمره آیلتس 6 جنرال یا آکادمیک و یا مدرک تافل آی بی تی و یا مدرک پی تی ای معادل آیلتس 6 باشه. بعد از اینکه شما این شرایط اولیه رو احراز بکنید، وارد سیستم امتیازبندی استرالیا میشید که این سیستم امتیازبندی بر اساس المانهای خاصی صورت میگیره. از آقای آریان خواهش میکنیم در مورد این المانها بیشتر برامون توضیح بده. خواهش میکنم. بله، سیستم امتیازبندی که اعلام شده برای اسکیل سلکت، همونطور که عرض کردم یک سری اولویت‌های دولت استرالیا و اداره مهاجرت استرالیا رو توش آورده و به اونها امتیازات بالاتری داده به این اولویت‌هاش. فاکتور اول فاکتور سن که بازه‌های سنی مختلف امتیازات مختلفی رو در اون تعیین می‌کنه. فاکتور تحصیلات که بر اساس مدرک تحصیلی شما اداره مهاجرت بهتون امتیازات مختلفی رو میده. بحث سابقه کارتونه در دو گروه، سابقه کار خارج از استرالیا و سابقه کار داخل استرالیا، که مسلما وزن امتیاز سابقه کار داخل استرالیا بیشتر میتونه باشه. بحث اگر شما در استرالیا تحصیل میکنید، تحصیل کرده باشید، حداقل یک دوره دو ساله در استرالیا تحصیل کرده باشید توی دگری، میتونید امتیازی رو داشته باشید. اگر تحصیلاتتون توی مناطق رژیونال استرالیا باشه امتیاز خواهید داشت. باز اگر شما پارتنرتون متأهل باشید، حالا یا پارتنر داشته باشید که قابل اثبات باشه ایشون تخصص خاصی رو داشته باشن، علاوه سطح زبان مشخصی رو داشته باشن، ایشون هم میتونن از یک امتیازی به این پرونده استفاده بکنن. یک فاکتور دیگه‌ای که برای ما ایرانی خوشبختانه امتیاز آور میشه بحث کامیونیتی لنگویجه، که تسلط به کامیونیتی لنگویج، زبان‌هایی که در استرالیا مورد استفاده قرار میگیره، امتیازی براش تعیین شده که خوشبختانه زبان فارسی هم هست که حالا خب نیاز به یک امتحان خاصی رو داره. اینا عمده موارد امتیاز آور هستن. آقای آریان، این امتحانات در ایران هم برگزار میشه یا امتحان کامیونیتی لنگویج؟ بله، امتحان ناتی هستش، خوشبختانه در ایران هم برگزار میشه، در استرالیا هم برگزار میشه. بسیار خوب. آقای آریان، همه این توضیحات رو فرمودین، حالا یه نفر میخواد برای پروسه مهاجرت به استرالیا اقدام بکنه. درسته. چه مراحلی رو پیش رو داره؟ سوال خوبیه. ببینید، حالا همه این صحبتایی که کردیم در آخر دوستی که داره برنامه ما رو میبینه میخواد به این فکر بره که آیا من میتونم مهاجرت بکنم از طریق تخصصی یا نه. من سه تا مرحله رو برای دوستانی که به فکر فرو رفتن که آیا میتونن برای ویزای تخصصی اقدام کنن یا نه معرفی میکنم. مرحله اول انتخاب شغلشون هستش. حتما سعی میکنیم که این لیستا رو توی برنامه، هر جا که اعلام برنامه رو میذاریم، این لیستا رو هم خدمتون ارائه بکنیم توی وبسایت های شرکت و حالا جای مختلف حتما لینکاشو خواهید داشت. برید سراغ لیست SOL و CSOL. اول لیست SOL رو نگاه کنید، ببینید که توی اون لیست مشاغل شغل شما هستش یا نه. اگر شک دارید باز برید توی سایتی که انسکو کدها شرایطشون مشخص شده، ببینید که شرح وظایف هر شغل چیه، ببینید آیا با شما مچ هستش یا نه. پس اولین مرحله و مهمترین مرحله اینه که شغل مناسبی برای خودتون انتخاب بکنید. اگر چند تا شغل هست، چند تا شغل انتخاب بکنید، ببینید کدومشون برای شما کاربردی تر هستش و میتونید استفاده بکنید برای دریافت ویزای بهتری. مرحله دوم، باز هم خدمتون ارائه میکنیم جدول کامل امتیازبندی رو ارائه میکنیم. برید سراغ جدول امتیازبندی، خیلی کار سختی نیست. ارزیابی بکنید، ببینید که بر اساس سیستم امتیازبندی شما چند امتیاز دارید. مرحله سوم اینه که ببینید چه نوع ویزاهایی رو از اون سه ساب کلاس ویزایی که اعلام کردم خدمتون میتونید داشته باشید. اگر شما به حداقل 60 امتیاز بتونید برسید توی سیستم امتیازبندی، میتونید مستقیما برای ویزای 189 اقدام کنید. ویزای 189 یک ویزای پرمننت ایندیپندنت هستش. شما نیاز به اسپانسر ندارید، مستقیما میتونید درخواست ویزاتون ارائه بکنید، اداره مهاجرت دعوتنامه بگیرید، اقدام بکنید، هیچ نیازی به اسپانسر ندارید.
ویزای دوم ویزای 190 هستش، همونطور که خدمتتون عرض کردم. این ویزا به 55 امتیاز نیاز داره، یعنی 5 امتیاز به شما بابت چیزی داده میشه که به اون میگن اسپانسر ایالتی، یعنی شما از یک ایالت باید اسپانسر بگیرید. اگر رشته شما تو لیست SOL هست میتونید برای 189 اقدام کنید. اگر رشته شما تو لیست SOL نیست و تو CSOL هست، فقط گزینه 190 و 489 که حالا جلوتر میگم خدمتون رو دارید. برای 489 شما اگر به 50 امتیاز برسید میتونید 10 امتیاز از طریق اسپانسر ایالتی خانوادگی بگیرید که نوع اسپانسری ایالتی برای ویزای 489 فرق داره با ویزای 190 و اون امتیاز رو میتونید جبران بکنید. یعنی مرحله سوم که انتخاب نوع ویزاتون هست، کاملا به امتیازی که توی مرحله دوم کسب کردید و شغلی که برای خودتون انتخاب کردید بستگی داره. خیلی با دقت باید ببینید که این شغل شما توی کدام یکی از این کاتگوری های SOL و CSOL هست، بعد امتیازتون رو که تعیین کردید برید سراغ انتخاب ویزای مناسب برای خودتون و اون ویزا رو مد نظر قرار بدید. حالا فکر میکنم توی جلسه بعد بتونیم صحبت کنیم در مورد اینکه اوکی، حالا من ویزامو انتخاب کردم، میدونم چه ویزایی رو براش واجد شرایط هستم، چی کار بکنم، که اونو تو برنامه بعد با هم احتمالاً صحبت خواهیم کرد. بسیار خوب، متشکرم از توضیحات خوبتون. در ادامه برنامه من یک جنبندی از صحبت‌های آقای آریان داشته باشم. طبق فرموده ایشون، استرالیا بر اساس مدرک تحصیلی نیرو نمیگیره، بر اساس شغل نیرو میگیره. شغلتون رو میتونید از لیست SOL یا CSOL انتخاب بکنید و برای شغل مربوطه مراحل لازم را طی بکنید. مهمترین مسئله این هستش که بعد از اینکه شغلتون رو انتخاب کردین بتونید حداقل شرایط و مدارک لازمی که اون شغل دارد را فراهم بکنید تا بتونید برای اون اقدام بکنید. جناب آریان، اگر لطف کنید توضیح بدید در مورد این که بعد از این که دوستان عزیزمون شغلشون مشخص شد و خواستن اقدام بکنن و فرمودید تو صحبتاتون که توی مرحله اول بعد از تکمیل مدارکشون باید برای سازمان‌های ارزیابی این مدارک ارسال بشه، در مورد سازمان‌های ارزیابی مختلفی که وجود داره توضیحاتی را ارائه بفرمایید که آیا همه یک سازمان ارزیابی هستش، همه به یک سازمان میفرستند رشته های مختلف و یا نه این متفاوت هستش؟ بله، عرض کردم خدمتون که این توی لیست سوئل این شغلا مشخص شده. برای اینکه اداره مهاجرت قبول بکنه که شما توی یک شغل خاص آیا واجد شرایط هستید که خودتون رو به عنوان انجام دهنده و متخصص اون شغل اعلام بکنید به استرالیا، سازمان هایی رو که اصطلاحا بهشون میگن assessing authority اعلام میکنه توی همون لیست که شما باید به اونها مراجعه بکنید، مدارکتون رو، هر مدارکی که لازم دارن، هم از مدارک تحصیلیتون، مدارک کاریتون، گزارش هایی که باید نوشته بشه اگر مورد نیاز باشه رو براشون ارسال بکنید، از اونها بخواید که شما رو ارزیابی بکنن بر اساس اون شغل خاص، به شما یک تاییدیه بدن، بگن که شما از این تاریخ میتونید میتونستید به عنوان این شغل فعالیت داشته باشید و این رو به عنوان مدرک اولیه استفاده بکنید برای رفتن به مراحل بعد. یعنی این مرحله اولیه خواهد بود. این سازمان های assessing authority که دولت استرالیا هر سال معرفی میکنه خیلی هاشون تخصصی هستن، مثلا کسایی که تخصصشون کامپیوتر هست باید برن سراغ assessing authority که کار ارزیابی و مدارک کامپیوتر انجام میده، Australian Computer Society در حال حاضر، ACS. کسایی که مهندس هستن باید برن سراغ سازمان دیگه که انجمن مهندسین استرالیا هست، Engineers Australia، که برن سراغ اون ارزیابیشون رو انجام بدن. اگر شما عرض کنم خدمتتون که تو مشاغل اداری یک سری مشاغل خاص که تعدادشون هم زیاد هستش کار میکنید، باید به سراغ سازمان
وتسس، اگر نقشه بردار هستید باید برید سراغ سازمان تخصصی SSSI و و و و، یعنی این یک لیست گسترده ای هست. شما تو رشته های علوم پزشکی اگر فعال هستید سراغ سازمان خاصی باید برید، اگر حسابدار هستید سراغ سازمان خاصی باید برید. و هر حال اینها سازمان های گسترده ای هستن، بعضیشون دولتی هستن، مثل مثلا TRA که فنی حرفه ای ها باید برن سراغشون، بعضیشون ارگانیزیشن های غیر دولتی هستن، حرفه‌ای هستن، سازمان‌های حرفه‌ای هستن، به هر حال شرایط خودشونو دارن برای اسکیل اسسمنت که فکر می‌کنم حالا جلوتر بریم تو مرحله بعد، جلسه بعد من جزئی‌تر در موردشون صحبت بکنم تا جایی که وقتمون اجازه بده. بله حتما، امیدوارم بتونیم در جلسات آموزشی دیگری در مورد تک تک این سازمان‌های ارزیابی بیشتر وقت آقای آریان رو بگیریم و بتونیم از نظراتشون استفاده کنیم. در ادامه صحبتاتون توی مراحلی که افراد مختلف میتونن طی بکنن برای پروسه مهاجرت در مورد اسپانسر ایالتی توضیحاتی را فرمودید و فرمودید برای ویزای ساب کلاس 190 افراد میتونن اسپانسر اقامت دائم بگیرن که 5 امتیاز بهشون اضافه میشه و برای ویزای کاندیشنال 489 میتونن اسپانسر موقت بگیرن. اگر امکان داره در مورد این لیستای اسپانسری و شرایط اسپانسری توضیحاتی را بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید ایالت ها، خب کسایی که استرالیا هستن که حتما میدونن که ما دولت فدرال برین، دولت ایالتی هم داریم، حالا برای دوستایی که حالا شاید به سیستم استرالیا نیاز نداره آشنایی نداشتن شاید لازم بود بگیم، دولت های ایالتی به صورت مستقل هر سال و حتی بعضیشون هر سال چندین بار بررسی میکنن بازار کار خودشون ها و بر اساس نیاز بازار کارشون رشته هایی رو اعلام میکنن توی لیست های مشخص، میگن ما به این لیست رشته ها نیاز داریم و معمولا هم اکثر ایالت ها به دو قسم اعلام میکنن، یعنی میگن ما برای این رشته ها نیاز 100%مون هستش، نیاز سطح بالامون هستش، برای ویزای اقامت دائم به اینا نیاز داریم، ویزای 190 رو اسپانسر میدن. هر کدومشون هم معمولا یه سری شرایط خاصی رو فارغ از اینکه اداره مهاجرت چه شرایطی رو نیاز داره برای ارائه اون نوع ویزا مشخص میکنن. یکی میاد میگه که من 3 سال سابقه کار نیاز دارم، یکی میگه من آیلتس مثلا 6.5 به بالا میخوام. چرا واریان هر چند وقت یک بار این لیستا تغییر میکنه؟ والا این لیستا ایالت به ایالت فرق داره. یک مثلا بعضی ایالت ها هستش سالی یک بار اعلام میکنه، یک ایالتی هستش مثلا ساوت استرالیا که سالی بیش از 10 بار سال گذشته تغییرات اعمال کرده. اینا کاملا به میگم چون اصلا مسئله فدرال نیست. ببین حقوق مهاجرت، قانون مهاجرت، سیستم اسکیل سلک، اداره مهاجرت دیر نظر دولت فدرال هستش، کاملا بر اساس قانون اعمال میشه مرحلهشون، ولی دولت های ایالتی بر اساس شرایط خودشون لیستاشون رو اعلام میکنن و خب اینم مورد نیاز افرادی هستش که به هر حال تو اون سیستم امتیازبندی یا به 60 امتیاز مورد نیاز نرسیدن یا اصلا رشتهشون توی لیست اصلی نبوده که بتونن برای ویزای مستقیم 189 و ایندیپندنت هم مستقل اقدام بکنن. خب به هر حال باید برن سراغ رشته ایالت ها و اسپانسری از ایالت بگیرن. این نکته هم بگم که شما اگر اسپانسر ایالتی ویزای 190 بگیرید یک شرطی از شما خواسته میشه، یه مورال ابلیگیشن هست که شما این ابلیگیشن رو دارید، این نیاز از شما میره که بعد از اینکه ویزاتون رو گرفتید 2 سال تو اون ایالت زندگی کنید. هیچ شرطی در مورد اینکه کدوم شهر اون ایالت زندگی کنید وجود نداره. ویزای 489 رو هم سوال فرمودید. ویزای 489 دو نوع اسپانسر میشه براش گرفت، اسپانسر ایالتی و اسپانسر خانوادگی. اسپانسر ایالتی که در موردش صحبت کردم، ایالت‌ها لیستاشون اعلام میکنن که چه ویزا چه رشته هایی رو برای ویزای 489 اسپانسر میکنن و شرایطشون چیه. نکته ای که هستش اینه که شما وقتی که ویزای 489 رو با اسپانسر ایالتی میگیرید باید توی مناطق ریجونال استرالیا زندگی کنید تا وقتی که با ویزای 489 در داخل استرالیا هستید. ویزای 489 همونطور که اول عرضم خدمتتون گفتم
یک ویزای پروویژنال هست، یعنی شما با اینکه ویزاتون 4 ساله است ولی مسیر مشخص برای دریافت ویزای اقامت دائم از طریق ویزای 887 دارید. باید 2 سال در داخل استرالیا در مناطق رژینال زندگی کنید، 1 سال کار کنید و تکس بدید تا بتونید درخواست اقامت دائم بدید. مناطق رژینال استرالیا هم باز هم لیستشون میذارم توی سایت که اینا رو ببینن دوستان که کدوم مناطق استرالیا هست. 489 فامیلی اسپانسر خانوادگی. اگر شما یکی از اقوام حالا درجه اول و درجه دوم هم خدا رو شکر هستش، یعنی شما اگه خالتون، عمتون، عموتون، دختر خالتون هم حتی توی استرالیا زندگی کنه، میتونید واجد شرایط ویزای اقامت پروویژنال 489 فامیلی اسپانسر باشید، زندگی کنه و اقامت دائم هم داشته باشه. که خب اون مناطقی که شامل اون نوع ویزا میشه یک مقدار گسترده تر از ریجینال استرالیا هست. مثلا همین ملبورن که الان ما هستیم جزش هست، یعنی شما توی مناطق ریجینال استرالیا با اینکه نیست ولی شما اگر خانوادتون تو ملبورن زندگی کنه یا تو پرت زندگی کنه میتونید واجد شرایط باشید که بیاید توی مناطق زندگی کنید و ویزای 489 با اسپانسر فامیلی رو بگیرید. بسیار خوب، ممنون از توضیحاتتون. به انتهای برنامه آموزشی ویزای مهارت رسیدیم. امیدوارم بتونیم در جلسات بعدی توضیحات بیشتری خدمتتون ارائه بکنیم. ممنون از اینکه ما را همراهی کردید در این برنامه. منتظر سوالات، انتقادات و پیشنهادات شما بینندگان عزیز هستیم تا در جلسات پرسش و پاسخ بعدی به سوالات شما پاسخ بدیم. به همراه آقای آریان از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. تا درودی دیگر، بدرود. خدا نگهدار.